حال قصد داریم یک لایه وکتوری یا یک شیپ فایل رو سیستم تصویرش رو از UTM به لامبر تبدیل کنیم. همونطور که توضیح دادیم از اکستنشن یا الحاقیه پروژکتور استفاده میکنیم. با این آیکون به محیط نرم افزار اضافه میشود تحت نام چنج پروژکشن. فرمان رو صادر میکنیم. چون سیستم تصویر در محیط ویو تعریف نشده است، پروژکتور از ما میخواد که سیستم تصویر رو اینپوت پروژکشن یا سیستم تصویر ورودی رو تعریف کنیم. اوکی میکنیم. پنجره پروژکشن پروپرتایز باز خواهد شد. سیستم تصویر نقشه که داریم یا لایه وکتوری که داریم رو تعریف میکنیم. UTM 1983 شماره زون رو 39 و اوکی میکنیم. بعد پنجره پروژکتور باز خواهد شد و از ما خواهد پرسید پلیز پیک آوتپوت یونیت. میگه واحد خروجی چیه؟ در سیستم تصویر لامبرت نیز از متر استفاده میکنیم. میترز را انتخاب میکنیم. اوکی میکنیم. بعد پروژکشن پروپرتایز باز خواهد شد که از ما سیستم تصویری که مد نظر ماست، یعنی نقشه یا لایه رستری یا وکتوری که از سیستم تصویر UTM میخوایم به آن سیستم تصویر تبدیل کنیم، اینجا باید تعریف کنیم. گزینه کاست اینجا سیستم تصویری که هستن لامبرت رو مشاهده نمی کنیم، میرون قسمت کاستم در پروژکشن لامبرت را انتخاب میکنیم. لامبرت کنفرمال. بعد در اسفروید WGS84 استفاده میکنیم. بعد مختصات ایران یا شمال یا خود ایران در سیستم تصویر لامبرت را در این قسمت باید تعریف کنیم. اعدادی که در این قسمت سنترال از گزینه اول سنترال مریدین تا فالس نورسینگ را باید وارد کنیم. مختصات منطقه ما شمال ایرانه. مختصاتی که باید وارد کنیم این اعداد می باشد 54 24 36 0 و از آخر هم 1,000,000 پیشنهاد می شود. 1,2,3,4,5,6,2,3,4,5,6 اوکی می کنید. بعد میگه پلیز اریا پریمیتر اند لنگز فیلد یوزینگ میتر. میگیم یس. پیش فرض رو قبول می کنیم. از ما می پرسد به کدوم ویو. میگیم همین ویو 1 به ما اضافه کنه تحت نام لامبرت. اوکی میکنیم تا لایه وکتوری حاوی همین لایه، یعنی خطوط تراز حاوی رقوم ارتفاعی با سیستم تصویر لامبرت به ویو اضافه شود. تغییر سیستم تصویر به صورت خودکار در مقایسه با انجام این کار به طور دستی از نظر زمانی، از نظر دقت، هزینه قابل مقایسه نخواهد بود. میبینید که این کار به راحتی در زمان کوتاهی با دقت بالا انجام می‌پذیرد. در گذشته برای ترسیم نقشه‌ها به سیستم تصویر مختلف که بسیار دستی انجام می‌شد، مستلزم صرف وقت و هزینه فراوانی بوده. سیستم تصویر نقشه مورد نظر ما تغییر کرده و سیستم تصویر لامبرت تبدیل شد. اما در مورد اکستنشن دیگه ای که بر تغییر سیستم تصویر لایه رستری بکنم میره، اکستنشن ریپروژیکت گرید بود که اونو فعال کردیم. این اکستنشن در قسمت تم ریپروژیکت فعال میشود. نحوه کار با این اکستنشن، یک تفاوتی که با اکستنشن های دوتا اکستنشن ریپروژیکتر و گرید آنالایز داره، ما باید دوتا ویو داشته باشیم. یک ویو که در واقع لایه رستریمون در اون فعال میشود و یک ویو دیگه که میخواهیم نتیجه کار به اونجا وارد شود. میام یک ویو دو باز میکنیم که میخوایم نقشه ما که تغییر سیستم تصویر روش اعمال میشود یا لایه وکتوری رستری ما به این ویو اضافه شود. میایم سیستم تصویر این ویو رو تعریف میکنیم. میگیم ویو پروپرتایز متر به متر پروژکشن رو میذاریم. ما میخوایم به لامبرت تبدیل کنیم. به لامبرت اگر میخوام به ملکت تبدیل کنیم، اینجا رو در این ویو ملکت تعریف میکنیم. ولی چون و سیستم تصویر که مد نظرمون هست در اینجا تعریف میکنیم. بعد برمیگردیم به ویو. پس این ویو دو با سیستم تصویر لامبرت شده. میریم به ویو یک
سیستم تصویر این ویو هم متر به متر UTM 1983 هست، زون 39. سیستم تصویر این ویو رو هم تعریف میکنیم. ویو 1 ترانسفرز مکتر یونیورسال ترانسفر مکتر یا UTM. بعد دو تا ویو خواهیم داشت. یک ویو، ویو اول میشد که سیستم تصویر نقشه یا لایه وکتوری یا رستری ما با البته چون ری پروژه گریده برای تغییر سیستم تصویر لایه های شبکه‌ای یا رستری بکنیم یا در واقع گرید ها که حاوی ویو اولمون حاوی دم در این مثال و یا هر نوع لایه رستری دیگه خواهد بود که سیستم تصویرش تعریف میشه. بعد ویو دوم سیستم تصویری هست که ما میخوایم لایه رستریمون رو به اون تبدیل کنیم. بعد میریم تم فرمان ری پروژکت از ما میپرسه ویو ری پروژکت گرید تم، میگه ویو دو، میگه سلکت دیستینیشن ویو، میگه مقصد ویو مقصد رو انتخاب کنیم، اون ویوی که میخوایم اضافه کنیم، میگیم ویو دو بوده، انتخاب اوکی میکنیم. میگه پیغام میده، میگه will reproject from UTM 1983 زون 39 to custom Lambert conformal کنیم، میگه از UTM 1983 زون 39 میخوام به Lambert تبدیل کنیم. پیغام میده که شناخته، گزینه yes رو انتخاب میکنید، پیش فرض رو قبول میکنید، منتظر میمونیم تا به صورت خودکار این تغییر سیستم تصویر انجام پذیرد و یک لایه رستری حاوی دمیو مدل ارتفاع رقومی با سیستم تصویر لامبرت به ویو دو اضافه خواهد شد. الان در این مرحله فرایند انجام شده، یک لایه رستری به محیط ویو دو اضافه شده. میریم ویو دو، میبینید که سیستم تصویر ما تغییر کرده و میتونیم از اون استفاده کنیم.